الهی به نام تو، به یاد تو و برای تو سلام به روی ماهتون. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. با مسابقه بزرگ ستاره ساز در خدمتتون هستیم. رقابت‌های دو در مقابل دو ستاره هامون رو در قسمت قبل دیدیم که حالا ادامه هم داره. رقابت‌های بسیار پرفشار که داوران هم به صورت جدی عملکرد ستاره ها رو زیر نظر دارن و به ریز و درشت عملکرد ستاره ها امتیاز میدن. یه نکته ای که وجود داره اینه که هرچی جلوتر میریم به قول معروف یخ ستاره ها باز میشه و نسبت به فضای استودیو راحت تر شدن و عملکردشون بهتر شده و به امید اینکه امروز شاهد عملکرد خیلی بهتر ستاره هامون باشیم، شما رو دعوت میکنم به دیدن ادامه رقابت ستاره هامون. بفرمایید خواهش میکنم. فوتبال جهانی پهناور با زبانی مشترک. برای فهمیدنش نیاز نیست فوتبالیست باشین، باید عاشق باشین. عاشق این مهمترین پدیده عصر حاضر که با اولین لمس توپ راهی برای نفوذ به روحتون پیدا میکنه. از شدت هیجانش قلبتون به قفسه سینه میکوبه، اشکتون رو در میاره، از خوشحالی سرتون به آسمون میرسه و مثل عشق دلیل همه کارهای روزمره‌تون میشه. و اینجاست که ماجراجویی شروع میشه. ماجراجویی برای پیدا کردن عاشقان حقیقی، برای پیدا کردن کسایی که توپ فوتبال به اندازه لباس تن بهشون نزدیکه. از هر چهار گوشه ایران، از زمین‌های خاکی تا مجهزترین مدارس فوتبال کشور، از کوچه پس کوچه ها تا هر جایی که بچه‌ای هست با توپ و دروازه‌اش، سلام بچه ها. سلام. خوبین؟ مرسی، ممنونم. به افتخار خودتون. مرسی بچه ها، ممنونم. من موحد هستم، قراره که به عنوان روانشناس تیم در کنارتون باشم. خیلی خوشحالم که حضور دارم در کنار شما و قراره که یک سری جلسات مشاوره گروهی و انفرادی با هم دیگه داشته باشیم، به صورت فردی، به صورت گروهی با هم دیگه صحبت هایی داشته باشیم و علاوه بر این که حالا یک سری چالش ها و دغدغه های ذهنی رو حل کنیم، روی مهارت های ذهنیمون با هم دیگه کار کنیم و به یک سطح مناسبی از آمادگی ذهنی برسیم. همینطوری که میدونید موفق شدن در ورزش و حالا برای شما که در فوتبال فعالیت میکنید، علاوه بر این که باید به یک سطح مناسبی از آمادگی جسمانی و آمادگی تکنیکی رسیده باشید، به همون اندازه هم ضروریه که شما به لحاظ ذهنی آمادگی داشته باشید. خب ما میبینیم که خیلی از ورزشکاران این مشکل رو دارن، مراجعه میکنن، میگن که ما به لحاظ قابلیت‌ها و توانمندی‌های فردیمون توی سطح خیلی مناسبی هستیم و توی شرایط تمرینی خیلی خوب میتونیم عمل بکنیم، اما وقتی میریم توی شرایط رقابت یا مسابقه، اساساً جایی میریم که میخوایم مورد قضاوت قرار بگیریم، قراره به ما امتیاز بدن، به ما رأی بدن، نمیتونیم اون عمل کردمون رو که در شرایط تمرینی انجام داده بودیم اجرا بکنیم. خب فکر میکنین این چیه؟ چرا این اتفاق میفته؟ میدیدم داداشان بازی میکنن، یه حس خاصی داشت فوتبال، کلا مثل اینکه جزی از زندگی، شاید جزی نه، کل زندگی ما خانوادهمون فوتبال باشه. یعنی تقریبا من کل زندگیمو فوتبالیه دیگه، یعنی یه کار نشده نکنم مثلا ربطی به فوتبال نداشته باشه، هر کاری میکنم یه ربطی به فوتبال داره. من بچگی که تو مدرسه بودم یه تیم مدرسه تشکیل دادم، همون لحظه که تو دروازه بایستادم فهمیدم که به دروازه‌بانی خیلی علاقه دارم و میتونم تو این رشته عملکرد خوبی داشته باشم، موفق باشم. هدف من رسیدن به بالاترین سطح ممکن، لژیونر شدن، بهترین تیم‌های اروپایی بازی کردن، به جایی برسم که
زحمت های پدر مادرم رو جبران کنم، شرمنده اونایی که پشتم بودن کمکم کردن نباشم. استرس و بله یکی از مهمترین قضاوت در واقع نداشتن اعتماد به نفس. حالا در مورد همه اینا دقیقا همین چیزهایی که اشاره کردید و یکی یکی با هم دیگه اینها رو پیش میبریم و در موردشون صحبت میکنیم. این خیلی طبیعیه که آدم ها وقتی در شرایط جدیدی قرار میگیرن، در یک موقعیت جدیدی قرار میگیرن، مخصوصا وقتی که توی موضع قضاوت واقع میشن، یعنی قرار امتیاز بگیرن، قرار نمره‌ای بهشون داده بشه، با استرس ها و استراب های روبرو میشن و چون اون موقعیت جدیده دقیقا نمیتونن پیش بینی کنن که چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. پس قاعدتا مقادیری از اون استرابه به آدم غلبه میکنه و ورزشکار هوشمند این کسیه که قبل از قرار گرفتن توی این شرایط، مثل همین مسابقه‌ای که شما الان شرکت کردید یا حالا رقابت‌ها و مسابقاتی که در آینده خواهید داشت، مناسب‌تر اینه که یک آمادگی ذهنی هم در کنار آمادگی بدنی و تکنیکی برای خودتون فراهم بکنید. آمادگی ذهنی یعنی ما میایم یک سری مهارت‌ها رو یاد می‌گیریم، ذهنمون رو تمرین میدیم و فایدهش اینه که میتونیم تسلط بیشتری داشته باشیم روی عملکردمون در شرایط مختلف، در موقعیت‌های حساس و پرفشار که ما نیاز داریم بهترین واکنش‌ها رو نشون بدیم. پس باعث میشه که ما مسلط باشیم روی خودمون و میزان استراب و استرسمون رو به حداقل برسونیم. چهارمین بازی از مرحله اول مسابقه بزرگ ستاره ساز در فصل پنجم، فوتبال دو در مقابل دو، امیر حسین فارسی و ابوالفضل گرجیان آبی پوشن در مقابل علی عباسی و علی فقیه که قرمز پوشیدن. اولی موقعیت آبی ها به روی دروازه قرمز ها به وجود آوردن که حاصلی رو برشون نداشت. دروازه‌بان آبی ها سپهر بهرامیه و دروازه‌بان قرمز ها هم حمزه خز. از میانه زمین ضربه پای راست از امیر حسین فارسی به سمت دروازه و توپی که درون دروازه جای میگیره نتیجه رو 1-0 میکنه. از وسط زمین باید کارو آغاز بکنه، علی فقیه میره که این کارو انجام بده، پاس رو به عقبش در زمین خودی، عباسی در عرض حرکت میکنه، سر توپی که میزنه یه بازیکن در مقابل خودش میبینه، واسه هم سر توپ میاره روی پای چپش و ضربه که میزنه اونجا راهی به دروازه نداره و توپ به نفع آبی ها به بیرون میره. سپهر بهرامی کارو آغاز میکنه برای آبی ها. گرجیان همکاریش با فارسی، قطع توپ از روی بازیکنان قرمز، توپ به نفع اونها به بیرون رفته. آقا وحید شمسی داره صحبت میکنه با بازیکنان، کنار دستش هم ایوب خان اسخرخانی هست و زیر نظر دارن بازیکنان رو. موقعیت در مقابل دروازه، تکلیفی بیش از حد، کارشناسا و مربیان هم ازش میخوان که پاسکاری بکنه در زمین بازی. یه سر توپی که زده میشه و خودش علی فقیه که تکلو میبنده و اونجا توپ رو به بیرون از زمین میفرسته. امیر حسین فارسی پاسم اقدام به شوتزنی و این بار هم موفق میشه یه گل قشنگ رو به ثمر برسونه و نتیجه رو 2-0 بکنه. ضربات پای راست محکم و جوندار با دقت اینو میزنه امیر حسین فارسی. علی فقیه از وسط زمین کار آغاز میکنه. علی عباسی میخواد از علی فقیه که جا به جا بشه در زمین بازی، باسم با توپ داره حرکت میکنه، یه مدار داره کند حرکت میکنه. علی عباسی باسم تکروی و ضربه این که میخواست روانه این دروازه بکنه با اصابت به پای بازیکنان راه یک کورنر شد. از مقابل دروازه حمزه خضر توپ رو به جریان بازی میاره. علی فقیه یک و دوش با عباسی میشرف و ضربه رو میزنه که توپش به کنار دروازه برخورد داشت. عباسی صاحب توپه، پا عوض میکنه، میاره روی پای چپ، این باز ضربه‌شو به وسط دروازه میزنه. سپه واکنش خوبی رو داشت. امیر حسین فارسی پا به توپ شده، میاد تا میانه های زمین، دو بازیکن اونجا آتش کردن و در نهایت هم خطا به نفع قرمز ها اعلام میشه. قرمز ها که نه، خطا به نفع آبی ها اعلام شده. از مقابل دروازه کار آغاز کرد امیر حسین فارسی، باز هم میخواد شوت زنی میکنه، این بار پاس داد به مقابل دروازه و توپی که از زاویه بسته زده شد و با واکنش حمزه خز مواجه شد.
به نفع قرمز ها به بیرون رفته و از مقابل دروازه کار آغاز میکنن. علی عباسی به دنبال رد شدن از صد یار مقابل خودش از اونجا دو بازیکن به استقبالش میان، توپ به بیرون میره و سوت پایان نیمه اول هم به صدا در میاد. گله که خوردی، گله دوم یار تو بود، اومد از اینجا ضربه زدی تو گل، بعد پاس موقعی که میندازی پاس تو بده، برو ازش پاس بگیر، انقدر شلی بازی نکن. بعد تو دفاع نریم عقب، عقب تو که میری عقب به اون اجازه میدی اون کار کنه دیگه. گفتم بچسب بهش. احساسی بازی نه. آره آره راحت. منطقی باید. بعد شوت هم ببین دوتا زدی از پشت خط. ببر تو زمین اونا. حسین ببر تو زمین اونا بزن. پاس بده ببین، هی میبری میزنی، هی میبری، یه دونه چیز پاس رو بده این بزنه. الان اینجا انداختی، اومدی اینجا این خالی بود، با چپت بهش بده این میزنه. صحبت کردن مربیان با بازیکنان و کار در نیمه دوم آغاز میشه و عباسی باز هم اقدام به شوت زنی میکنه، این بار توپش باختگان و از کنار دروازه به بیرون رفت. اونا دو بر سه پیش افتادن با دو گلی که امیر حسین فارسی در نیمه اول موفق شد به ثمر برسونه برای آبی ها. پرتاب دست سپر بهرامی اونجا مالکیت رو در اختیار دارن، رد شدن از بازیکن مستقیم، ضربه به زاویه مخالف، گل سوم برای آبی ها. این بار ابوالفضل گرجیان موفق میشه که سومین گل رو برای تیم آبی به ثمر برسونه. قرمزا باید تلاششون رو بیشتر بکنن تا بتونن گل های خورده رو جبران بکنن. علی عباسی در اصل حرکت میکنه، میخواد بیاره روی پای راستش و اقدام به شوت زنی کنه، تو تغییر مسیر داد و درون دروازه تیم آبی قرار گرفت و نتیجه 3-1 میشه. از وسط زمین کار آغاز میکنه بازیکن آبی امیرحسین فارسی، از یه بازیکن رد شد میره به گوشه های زمین، اونجا اومد که پاسو ارسال بکنه، تو به نفعشون بیرون رفته و از مقابل دروازه سپر بهرامی توپ رو میسپاره به ابوالفضل گرجیان. داور دستوزش تمیده، بازی رو متوقف میکنه به نفع تیم آبی. راه میدازه گرجیان رو به دنبال یارش، از اونجا در میانی زمین اقدام به شوت زنی میکنه که توپش کمچون است و با اختلاف از کنار دروازه به بیرون میره. حمزه خضر کارو برای قرمزا آغاز میکنه، پاسش برای علی فقی، اونجا تک رویش حاصلی رو نداره، توپو گرفته امیرحسین فارسی میره برای زدن گل چهارم، ضربش از زاویه مخالف، یه واکنش خوب از حمزه خضر، اجازه نداد که برای چهارمین بار دروازش باز بشه. توپ به کرنر رفته و سپهر بهرامی کار آغاز میکنه برای آبی ها با پرتاب دست ابوالفضل گرجیان. آرام آرام جلو میاد، تغییر مسیر، حرکت در عرضش، ضربش به سمت دروازه، اونجا اجازه نمیده علی فقی که توپش به دروازه برسه. توپ به نفع آبی ها چه نه به نفع قرمزا به بیرون رفته و علی عباسی صاحب توپ، تکرفیاش زیاده علی عباسی و باید تغییری در شرط بازیش به وجود بیاره. واسم عباسی صاحب توپ لب خط داره حرکت میکنه، به موازاتش گام برمیداره، اونجا گرجیان یه سر توپ پاس کاتبک رو عقب، موقعیت برای زدن گل، علی فقی تا اومد به خودش بجنبه توپش گرفتن، حالا این سم موقعیت برای امیرحسین فارسی، ضربه چیپش رو زد ولی توپ تیرک افقی دروازه برخورد داشت و خطا اعلام میشه برای آبی ها. سپر بهرامی سری راه میندازه فارسی رو، نشون میده برای شوت زنی، اونجا اومد که رد بشه، اجازه رد شدن رو بهش نداد علی عباسی، خودش صاحب توپه، پاسش برای علی فقیه در سمت راست و اونجا
ضربه پای چپی که میزنه باز هم به دروازه تیم آبی نمیرسه. حمزه خضر کار آغاز کرده برای قرمزا. علی عباسی این بار میاره روی پای چپش، باز هم تکنی موفق از گرجیان، اجازه پیشروی بیشتر رو نمیده به عباسی. علی فقیه آرام آرام جلو میاد، در مقابل داره فارسی رو، پاسش نرسید به بازیکن همتیمی و خطا اعلام شده به نفع قرمزا. بازی یه مقدار آرام شده تو این لحظات و تیم آبی فعلا 3-1 پیش از تیم قرمز. ضربه نوک پای کمجون به سمت دروازه دراز کش، توپ رو جمع میکنه بهرامی و سوت پایان بازی هم به صدا در میاد و تیم آبی موفق میشه 3-1 تیم قرمز رو شکست بده. بردی چه گولی زدی پسر، خیلی خوب دیدی گل باری کلا. حریفتون چطور بود؟ خیلی خوب بود، ولی ما تیمی کار کردیم به خاطر اون تونستیم ببریم. نقطه ضعف حریفتون کجا بود؟ نقطه ضعف حریف ترس داشتن. توی بازی وقتی ترس داشته باشیم چون ولی ترس داشتن ما انگیزه داشتیم، نمیگفتیم اونا ترس دارن پس اونا ما از اونا بالاتریم خوب باشیم. شما متوجه شدید که اونا ترس دارن؟ آقای خداداد عزیزی به ما راهنمایی کرد. آها همون مربی متوجه شده، کارکوش هست میاد به تو میگه که اول ترسید ترسیده ها. آره شما هم قشنگ رو هوا گرفتید و خیلی جالب بودش. موفق باشید بچه‌ها. مرحله اول مسابقه بزرگ ستاد ساز در فصل پنجم فوتبال دو در مقابل دو، امیر حسین فارسی و ابوالفضل گرجیان آبی پوشن در مقابل علی عباسی و علی فقیه که قرمز پوشیدن. اول نوعیت آبی ها ببینید دروازه قرمز رو به وجود آوردن که حاصله رو براشون نداشت. دروازه‌بان آبی ها سپهر بهرامیه و دروازه‌بان قرمز ها هم حمزه خضر. از میانه زمین ضربه پای راست از امیر حسین فارسی به سمت دروازه رو توپی که در اون دروازه جای میگیره نتیجه رو 1-0 میکنه. خیلی خوبه بچه‌ها، اینا جا افتادن نسبت به دیروز. دیروز سه در مقابل سه یکم استرس داشتن با فضای کلاشن داشتن میشدن با دوربین و تماشاچی و کارشناسا و بزرگان فوتبال ایران که اینجا هستن، هر کدومشون وزیرن برای فوتبال فوتسال ما. یه مقدار استرس داشتن دیروز، ولی امروز به نظرم دارن خیلی راحت‌تر کار میکنن توی زمین بازی، دارن اون کارهایی رو که مربی ازشون میخواد رو بهتر انجام میدن، فضاسازی میکنن، فوتبال رو دارن بهتر بازی میکنن. امروز فکر کنم روز به روزم باز بهتر خواهند شد، هر چقدر که با این جو و با این شرایط آشنا تر بشن وضعیتشون خیلی بهتر بشه. من اسم علی فقیه، من علی فقیه هستم، متولد 18/12/2007، محل تولدم جنوب لبنان هستش و محل سکونتم بیروته. ما یه خواهر برادر هستیم توی خونه و بنده فرزند بزرگ خانواده‌ام هستم. من فوتبال رو از سن 9 سالگی شروع کردم. پدرم زمانی که علاقه منو به فوتبال دید خودش با من کار میکرد تا اینکه زیر نظر یه مربی به نام آقای اسامه صقر به مدت 4 سال ادامه دادم و خیلی امیدوارم که یه ستاره و یا فوق ستاره بشم در زمینه فوتبال. ورودم به ستاره ساز به این شکل بود که منو معرفی کرده بودن به برنامه و گفتن که باید به ایران سفر کنم و عوامل برنامه ستاره ساز با پدرم صحبت کردن و یه تست از من گرفتن و مورد قبول واقع شدم. حضورم در برنامه ستاره ساز تجربه بسیار قشنگی بود برام و تعامل و رفتار همه بچه‌ها با من عالی بود و با اینکه اولین باره که میام ایران و اولین دیدار من با اونا بود، ولی واقعا سنگ تمام گذاشتم. در ابتدای کار چالش ها ریز و سبک بود و یه جورایی غربالگری بود تا 4 تا از بازیکن ها حذف بشن و کم کم چالش ها سنگین و جدیتر شد تا مشخص بشه که چه کسایی توانایی اینو دارن که ادامه بدن. البته برای شخص من در ابتدا کمی سخت بود چون اولین باره که میام ایران و چون زبان ایرانی هم بلد نبودم کمی با مشکل مواجه شدم، ولی کم کم کارها خوب پیش رفت و همه روال کار عادی شد. چه
چالش ها واقعا جالب بود برام. چالش ها را طور تنظیم کرده بودند تا ما را به جنگندگی و رقابت های پایا پای وادار می شدیم. مخصوصا زمانی که رقابت ما بین بچه های ایرانی و لبنانی بود، رقابت خیلی سخت و قوی بود بین بازیکن ها و مقابله ما با بچه ها کمی برامون سخت بود، چون اونا واقعا قوی بودن و خدا را شکر تونستم خودی نشون بدم از خودم. هدف من در فوتبال این که در خارج از لبنان به فوتبالم ادامه بدم و عضو یه تیم خوب بشم و اونجا توپ بزنم و معروف بشم. انشالله البته به یاری خدا و خانواده‌ام و پدرم و مربیم آقای اسامه صقر، اگه بخوام به این دستاوردها برسم قطعا میبایستی تمرینات سفت و سختی داشته باشم و فقط یه روز در هفته استراحت کنم. راجب سفرم به مشهد مقدس سورپرایز شدم. اصلا فکرشو نمی کردم که حرم امام رضا به این وسعت و بزرگی باشه. وقتی وارد حرم شدم و همه چی رو از نزدیک دیدم، حس کردم که هر یک از حرم‌های امام رضا به اندازه بیروت هستش. جو خیلی قشنگی بود و احساس راحتی کردم اینجا. آرزوم این بود که به مشهد بیام و به این آرزو رسیدم و زیارت کردم. مثل برج میلاد، وقتی از اون بالا تمام شهر تهران دیدم منظره بسیار قشنگی بود و همچنین وسعت شهر مشهد غیر قابل پیش بینی بود برام. البته من با اینکه تقریبا یک ماه در ایران بودم، ولی بازم زمان کم بود برای اینکه همه جای ایران رو ببینم و برای خانواده‌ام و دوستانم کمی سوغاتی گرفتم، چون اونا در حال حاضر نمیتونن به مشهد مقدس سفر کنن. راجع به ایران، وسعت این سرزمین برای من شگفت انگیز بود. طبیعت بسیار جذاب و قشنگی داره. خاطرات قشنگی داشتم اینجا با بچه های ستاره ساز و حتی با بچه های لبنانی که اینجا باشون آشنا شدم. همه اینا خاطرات قشنگ و به یاد ماندنی بود برام. تمرین با بچه ها و ضبط برنامه تلویزیونی و همه چیزش در ذهنم میمونه و در نهایت معرفت و مهربانی با من بودن. كانوا كثير منيح معنا، ما قصروا معنا.
هم مسابقه داری؟ نتیجه؟ هر چی خدا بخواد دیگه. سعی و تلاشمون رو میکنیم. خدا میخواد برای هر کی که بیشتر تلاش کنه. 100 درصد. نتیجه چی میشه؟ 2-1 ما. شما ببرید. عبدالله وای میسه نگاه کنه شما ببرید. پیش بینیه. ما میگیم وای میسه نگاه کن. عبدالله بازی چطور میشه؟ I'm gonna try my best. Inshallah, you're gonna win. پنجمین بازی از مرحله اول مسابقه بزرگ ستاره ساز در فصل پنجم فوتبال 2-2 قرمزها سینا آزادی‌فر و محمد صادق طالبی در مقابل تیم آبی حامد دادجویان و عبدالله آتسوکان. دروازه‌بان آبی ها علی پور و دروازه‌بان قرمز هم تاها محمدزاده. توپ در اختیار بازیکنان قرمز. اونجا طالبی با توپ داره مانور میده، اجازه حرکت بهش نمیده محمد حامد دادجویان و خطا به نفع قرمز ها اعلام میشه. تاها کار آغاز میکنه برای محمد صادق طالبی. اونجا با توپ داره مانور میده، توپ رو نگه داشته زیر پاش رو بالا اومدن بازیکنان آبی و اجازه نمیدن که به سمت زمینشون حرکت بکنن. آزادی فر عبدالله آتسوکان بازیکنی که از کشور نیجریه در مسابقه بزرگ ستاره ساز فصل پنجمش شرکت کرده، توپ رو در اختیار داشت، توپ به بیرون رفت و خود عبدالله آتسوکان صاحب توپه. لب خط توپ گرفتن قرمزها، موقعیت دارن برای زدن گل. ضربه پای راست به سمت دروازه که عبدالله آتسوکان اجازه نمیده توپ به دروازهشون برسه. مانع ضربه زنی آزادی فر شد. حالا ضربهشون میزنه سینا آزادی فر. نتیجه رو 1-0 میکنه. برد روی پای راستشو، زاویه هم تنگ بود ولی تونست که توپ رو درون دروازه قرار بده و نتیجه رو 1-0 بکنه. عبدالله آتسوکان کوتاه برای دادجویان. خود دادجویان اونجا توپش رو میزنه محمد صادق طالبی. علی پور کار آغاز میکنه. آتسوکان یه بدن اومد رد شد از بازیکن مستقیمش رو زد به یه پای راستی که زد به اختلاف کم از کنار دروازه به بیرون رفت. در مقابل دروازه کار خطرناک از بازیکنان قرمز به نحوی بود. توپ رو جمع و جور کردن و سپردن به محمد صادق طالبی. میاره روی پای چپ ضربه اینو که پای کمچونش که توپ بیرون از زمین میره. تماشاگرانی که در سالن حضور دارن و بازی‌ها رو دارن از نزدیک تماشا میکنن، خردسالان و نوجوانانی که دارن آرزوهاشون رو اینجا پیگیری میکنن. در میان زمین لب خط توپگیری از بازیکن آبی اشتباه کرد. اونجا حامد دادجویان توپش گرفته، محمد صادق طالبی رو در نهایت توپ به نفع قرمزها به بیرون رفته. تاها محمدزاده کار آغاز میکنه، توپ رو میسپره به آزادی فر. خود آزادی فر در مقابل داره آتسوکان رو از همون وسط زمین ضربش رو به وسط دروازه زد و به واکنش واداش محمدزاده رو. آزادی فر نمیتونه از یار مستقیمش رد بشه، خودش میره و میجنگه و توپ گیری میکنه در مقابل دروازه بین دو بازیکن گرفتار شده. به هر نحوی از توپ رو حفظ میکنه زیر پای خودش ولی ضربش به سمت دروازه رو علی پور برگشت داد. خود علی پور باید توپ برای قرمزها به بیرون رفته و بازیکن قرمز باید از مقابل دروازه کارو آغاز بکنن ولی عبدالله بدون توجه داره به توپ ضربه میزنه. بازیکن قرمز مالکیت رو در اختیار دارن. محمد صادق طالبی تا مینه های زمین هم جلو اومده، بدن میاد اونجا پا رو در مقابلش قرار میده عبدالله آتسوکان و توپش رو به بیرون میزنه. علی پور پاسش برای عبدالله آتسوکان، میخواد از بازیکن همدستش که جابجا بشه. دادجویان یه حرکت خوب در میانه زمین میخواد بیاره روی پای راست، ضربه به سمت دروازه و گل تساوی. نتیجه 1-1 مساوی. او حرکت کرد حامد دادجویان. قرمز ساعت میانه زمین کار آغاز میکنن. اینجا سوت پایان نیمه اول هم به صدا در میاد. جو پدر بزرگ من هستن که باعث افتخار من بود که امروز تشریف آوردن و اومدن ما رو تماشا کردن و تشویق کردن. سفت ها میتونستی بدی بیرون با بغل پاش. ولش کن دارم حرف میزنم گوش بده. اه توجی نکن خب اون تحت پاس ندادی. اینو نبین. اصلا شلخته خیلی بد داره. بعد اینجا تاب توپ تو میه اینجا ما این سیچکان باز شو.
والا سینا امروز خوب بود ولی خوب چون فعلاً بازی اولشونه یکم استرس دارن دادم بچه ها رو من دیدم بازی من استرس داشتن انشاءالله تو روزای بعد بهتر میشن شما کیشون میشین خانم؟ خالش هستی؟ خوب بود سطح بازیش خوب بود هنوز اول کار انشاءالله بهتر هم میشه با دعمات شما مربیان عزیزشون بازم بهتر میشه صحبت کردن مربیان با شاگردانشون کار در نیمه دوم آغاز میشه و بازیکنان آبی توپ رو به جریان بازی میارن در میانه زمین یه بخورد اتفاق افتاده داور توپ رو به نفع آبی ها و خطا رو به نفع آبی ها اعلام میکنه عبدالعاطسوکان حرکت در عرض توپ از زمین بازی بیرون رفت و نتونست توپ رو در زمین بازی کنترل بکنه نتیجه فعلا 1-1 مساویه از مقابل دروازه محمد صادق طالبی یک دو که میخوان انجام بدن اونجا توپو گرفتن بازیکنان آبی دادجویان حرکت در عرض یه پاتوپای قشنگش در مقابل دروازه و دو تا ضربه پشت سر هم زد که توپ رو برگشت داد تاها محمد زاده خود تاها از مقابل دروازه با پرتاب دست برای محمد صادق طالبی آزادی فر طالبی میتونه شوت زنی هم بکنه و ضربه رو میزنه و توپ رو درون دروازه قرار میده نتیجه رو 2-1 میکنه محمد صادق طالبی عبدالعاطسوکان یه سر توپ میبره روی پای چپ و ضربه ایش میزنه توپش از کنار دروازه به بیرون رفت باید دقت بیشتری رو به خرج بدن بازیکنان برای زدن ضربات نهاییشون تک به تک شدن آزادی فر و واکنش خوب علی پور عاطسوکان یه بدن ضربه به وسط دروازه قشنگ کار کرد عبدالعاطسوکان بازیکن نیجریه این که در این مسابقات تونسته حضور پیدا بکنه پاهای بلندی داره با گامهای بلندش هم حرکت میکنه به سمت توپ و بازیکنان حریف و مسیر حرکتی اونا رو سد میکنه محمد صادق نتونسته از بازیکن مستقیمش رد بشه تو به نفع تیم آبی به بیرون رفته و علیپور با پرتاب دست حرکت خوبه عبدالعاطسوکان دومی هم اومد رد کنه که تک موفق زد در مقابلش محمد صادق و ضربه پای چپش که دقت خوبی رو نداشه توپ به بیرون از زمین میره عبدالعاطسوکان هم احساس ناراحتی میکنه روی زمین افتاده و حمید آقای مشیری میاد و وضعیت عبدالعاطسوکان مورد بررسی قرار میده مشکلی برای ادامه کار نداره خدا رو شکر عبدالعاطسوکان و بلند میشه به بازی ادامه خواهد داد توپ باید در اختیار بازیکنان آبی قرار بگیره علیپور از مقابل دروازه کار آغاز میکنه دادجویان بالا اومدن بازیکنان قرمز رو دارن پرس رو انجام میدن عبدالعاطسوکان یه مقدار احساس ناراحتی میکنه روی زمین هم افتاده به نظر شرایطش برای ادامه مسابقه مهیا هست یا نه باید ببینیم که در ادامه به چه شکلی خواهد بود به نظر با صورتش برخوردی داشته بازیکن حریف رو در حال بلند میشه و به کار ادامه خواهد داد تاها محمد صادق کار آغاز میکنه محمد صادق طالبی پاس رو به جلوش تک به تک شدن با دروازه ضربه چیپ شنگ زد ولی توپش با اختلاف کم از بالای دروازه به بیرون رفت سینا آزادی فر دادجویان شوکو به توپ داد ضربهش به زاویه مخالف توپ از زیر دستان تاها محمد صادق هم رد شد خوش شانس بود که ضربه حامد دادجویان در چارچوب دروازه شایی رو نداشت علیپور پرتاب دستش رو انجام دادجویان تک جویش باعث میشه که توپ رو لو بده موقعیت برای زدن گل تک به تک شدن با دروازه‌بان اونجا میجنگن و سر تصاحب توپ رو در نهایت علیپوره که به خوبی کار میکنه توپ رو جمع میکنه نتیجه فعلا 2-1 به نفع قرمزا و آبی ها باید تلاششون رو بیشتر بکنن تا بتونن کارو به تساوی بکشونن عبدالله زرد شد از بازیکن مستقیمش لایی رو زد به بازیکن قرمز و ضربه بغل پای راستش که با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت و این تیم قرمزه که موفق میشه 2-1 تیم آبی رو شکست بده Oh!
حال شما چطور آقا همه؟ بابا این چه؟ بگو دیگه منتظرم بگی. آه من چی کار کنم آخه با اون عبدالا نیجریه افتاده. هی میگم پاس میگه پاس نگو. بابا من بازی منم خراب کرد. عبدالله کو عبدالله رو یه دقیقه صدا کنه بیاد. آه پاس نداد. یعنی پاس نداد پاس نداد. عبدالله رو میگی؟ آره. بدون اشاره مستقیمون برای نگاه میکنه حامد. دیگه من چی کار کنم دوستمه. ما هم تیمی هستیم باید پاس کاری کنیم. میبری جلو دروازه به من اگه میدادی 5 تا گل میزدی. خودت میزنی دروازه با میگیری. میرم سوری. پاس گل از گل بهتره. سوری. داره اسفایی میکنه ازت حامد. چیکار کنم؟ No, in the beginning it was like you don't give pass, you don't give pass. I told him that it's not good to say that to your teammate. We are team. You have to be friends. Yeah, he was mad at me. طول بازی هی مثلا بهش بوده پاس بده پاس بده این تو جریان بازی هست جایی که من میرم باید به اونجا پاس بده وقتی هم نمیده توپ خراب میشه یه ضعفی که بچه های نسل جوان دارن که استقامتشون خیلی کمه زود کم میارن زود میبرن شما نظرتون چیه؟ صدرا مثلا اون استقامت رو داره؟ اول این کاری بله صدرا تو همه کاراش موفق بوده تا الان که اشاره بهتر هم بشه هنوز اول کاری یه خوده ای هم استرس داره اول کار بهتر میشه ایشون صادق چی شد بردی؟ واقعا باسینا خیلی خوب بازی میکردیم هماهنگی خوب داشتیم پیدا کرده بودیم عالی پاس کاری کرد من با بی دقتی و کلن نزدم اولی رو تسلط کامل داشتم تونستم خوب بزنم ولی خوب 3-4 تا پاس واقعا عالی داد نشد گلر خوب گرفت من بد زدم حامد قبول داری تیم حریفتون هم قوی بود یا میبردید بازی رو بیا جلوتر من اگه یار خوب داشتم میبرد بیا جلو حامد یار خوب داشتم میبرد من قبول نداری که تیم حریفت خوب بازی کرد همه قوی هم واسه خودشون ولی نه من میتونستم ببرم خیلی خوب حامد عدل و اوتساکا میرم با هم دیگه بیشتر دوست بشن هماهنگ‌تر بشن ان شاء الله بازی بعدی برید به سلامت نیمه اول گم بودیم با هم تیم ولی خب نیمه دوم با توجه به حرفای مربی خدا رو شکونستیم برگردیم استقامت به دست اومد نیمه اول زیاد از خودمون راضی نبودیم ولی خب تونستم گلم بزنم بازی های خیلی زیادی مونده فعلا هستیم ان شاء الله وقت مونده شما حریفتون چطور بود قدر بود یا نه قطعا کسی که از بین 5-6 هزار نفر میاد جز به 20 نفر آخر 100% خوبه خدا رو شکر بردیم مالا محمد صادق واقعا عالی بود منم به نوبه خودم کم کاری نکردم توانم رو گذاشتم مالا هر چقدر توپم خراب کردم عذرخواهی میکنم ولی خب زدم دیگه خدا رو شکر بردیم 2-1 امیدوارم بازی بعد بیشتر با هم یه مش بشیم و بتونیم خلاصه بیاییم بالا تا جایی که هم چه ناراحتی؟ راحت نیستم خوشحالم بردیم تو نه بابا یه حالی بود رفت تو خود یک شرار نخود سه چهار تا توپ خوب کرد آره خیلی واقعا تشو بخوای من امروز اصلا خودم راضی نبودم و یه جورایی میشه گفت از صد خودم 30% 40% خودم رو پای کار گذاشتم خیلی بهتر از نمیتونستم عمل کنم اما فکر کنم هنوز عادت نکردم به شرایط و جو فضای بازی حالا میشه گفت ما همیشه توی زمین بزرگ کار کردیم دروازه بزرگ بوده اینکه جایگیری و آگاهی محیطی رو بخوایم داشته باشیم یه مقدار برای من سخت بود که انشالله اگه خدا بخواد تا 1-2 جلسه دیگه من راه میفتم و جبران میکنم و خود واقعی منو میبینید هم شما به خودتون مسلط شدید هم حامل را معروف شده بود آره من میگفتم آره دیگه حالا کاری خدا رو شد من این چهار تا که رفتن همشون دوست دارم میبری جلو دروازه به من اگه میداد 5 تا گل میزدی داری کم کم بهتر میشی گلرو از اول چرا مثلا راضی نیستم شهر اینجاست اون وقت تو هنوز وسایلی که لازم داری رو نخریدی نگران هزینه‌اش نباش چون تا 60 ماه فرصت داری پرداخت کنی یه فروشگاه فوق‌العاده که میتونی تا 200 میلیون تومان قسطی ازش خرید کنی تو 6 الی 60 ماه پرداخت کنی دی جی شهر خریدی که اعتبار دارد
خیلی خوب، با توجه به رقابتایی که ستاره هامون انجام دادن، ببینیم که نظرات کارشناسان عزیزمون به چه شکل است. آقا خداداد عزیزی، چطور دیدین بچه رو؟ من فکر کنم یه مقدار هنوز بعضیاشون تحت فشار، هنوز سنجانه کم استرس دارن، طبیعی هم از روز دومه، ولی به گفته آقای شمسایی، آقا سهراب و آقا شاهرودی، یواش یواش باید استرس از بین بره دیگه. یواش یواش ما دیگه مجبور میشیم اسم ببریم. من خودم به شخصن که کیا خوب بودن کیا خوب نبودن، من یه 3-4-5 تاشون رو نوشتم که به نظر من خوب بودن. امیر حسین فارسی فوق‌العاده بود امروز، فکر کنم بندره دیگه، درسته؟ فارسی بچه بندر عباس. دانیال حاتمی خوب بود به نظر من، اون نظرینی ها خوب بود، ابوالفضل احمدی خوب بود، طه بهرادفر خوب بود، برخلاف تصور ما عبدالله آتسوکان هم خوب فوتبال بازی کرد. یعنی با اینکه یکم هنوز با جو آشنا نیست، به نظر من شرایط خوبی داشت. بقیه شون به نظر من همه تو یه سطح بودن و روز بدی نبود، ولی میگم بازم یکی دو تا از کسایی که ما توقع داشتیم خوب باشن خیلی خوب نبودن. امیدوارم روزهای بعدی بهتر باشن، چون 4-5 روز دیگه بیشتر وقت ندارن برای اینکه 4 نفر از جمع ما جداشن و از این جمع بازیکن‌ها 16 نفر به مرحله بعد برن. به امید خدا. خیلی ممنون آقا رضای شاهرودی. عرضم به خدمت حسین جان، به نظر من خوب بودن، رو هم رفته، همچون که خداداد گفت توقع ما بیشتر از اینه، یه تعدادشون به نظر من بهتر از بقیه بودن. وقتی که 2-2 قرار میگیرین تو قالب تیم میشی دیگه، و من نگاه میکردم دوست داشتن بیشتر تکروی کنن دیگه، از قالب تیم در میومدی، باید از نفر کناریت به نحو احسن استفاده کنی. این بعد فنیش بود، بعد اخلاقی هم به نظر من بعد به بازیکن کناری روحیه بدی. من میدیدم خیلی با هم بد صحبت میکنن، خودش بازیکن لو میداد به بازیکن بغلیش، میگفت این چه وضعشه. به نظر من اینا جالب نیست تو فوتبال، ما همیشه اخلاق هم در نظر میگیریم. انشالله که تو روزهای بعدی موفق باشن. امید به خدا. خیلی ممنون آقا سهراب بختیاری‌زاده، در خدمتیم. خواهش میکنم، بچه ها خیلی خوب کامل توضیح دادن و این کار منو سخت میکنه، ولی من کوتاه بگم موافقم. 3-4 تا بچه ها خیلی خوب بودن حقیقتا، ولی اکثریت من فکر میکنم متوسط رو به پایین بودن. تلاش به هر حال بچه ها، حس این که میخواستن خودشون رو تحمیل کنن به مربی ها و به داورا خوب بود، قابل احترامه، ولی این باید با منطق باشه، با فکر باشه، با عقل باشه، و در کنارش به قول آقا رضا باید احترام بذاری به بازیکن بغلیت، حتی اگر حالا شرایط خوبی نداشته باشه. خیلی متاسفانه این حالت رو بچه ها نداشتن. حس همکاری، روحیه تیمی رو من خیلی کم دیدم توی اکثر بچه ها. اتفاقا اون 3-4 تایی که علاوه بر فنی خوب بودن، خیلی هم علاوه بر شخصیتی، شخصیت فوتبالی عرض میکنن، بله، توی جریان بازی فداکار بودن، و اینا نکاتی بود که من احساس میکنم امروز دیدم خودم به شخصه. ولی تو بعد فنی فقط به بچه ها بگم توی این فوتبال تحت فشار اگر میخوان بیشتر دیده بشن، به قول آرزا فقط دنبال این نباشن که شوت بزنن یا اینکه بخوان خودشون یه تنه کارو در بیارن. فوتبال یه ورزش گروهیه، تنیس نیست، کشتی نیست، یا تکواندو نیست. یعنی اون بیس اصلی فوتبال رد و بدل کردن توپه بین اعضای تیم، حالا این میتونه 2 نفر باشه یا 11 نفر. البته بگم ما بازم اینو در نظر میگیریم که بعضی از عزیزان از لحاظ تیپ شخصیتی به گونه ای هن که نیاز دارن که زمان بیشتری به هر حال بهشون بدیم. امیدوارم این زمان طولانی نشه، بتونن خیلی سریع خودشون رو هماهنگ کنن. خیلی خیلی ممنون آقای وحید شمسایی. صحبتی که با ستاره ها داشتم، بعضی هاشون تصورشون این بود که یار من عمدن به من پاس نمیدادش، و حالا یارش هم میگفت نه اصلا همچین چیزی نبودش، حالا احساس میکردم موقعیت بهتری دارم. یه همچین بحثی بین بعضی از ستاره هامون بود. ببین جناب شاهرودی گفتن اینو، این که ما بخوایم گردن کسی بندازیم، بین دوتا بازیکن میتونن این کارو کنن، ولی ما اینجا نشستیم چیزایی مد نظرمونه که میخوایم انتخاب کنیم که هم تو کار دفاعیش موفق باشه، هم تو پاس دادنش، هم تو یار برداشتنش.
پس بهونه گیری برای خودشونه، برای ما نیست. ما به عنوان داورا و مربیا نگاهمون نگاهیه که از یه بازیکن چی میخوایم و دنبال چی میگردیم که میخوایم چهار نفر رو بذاریم کنار. بازی 3-3 داشتیم، 2-2 داشتیم و به قول آقای عزیزی به 1-1 هم میرسه. پس یعنی ما به لحاظ ذهنی و فنی میام اول 3-3 ببینیم چجوری میتونیم همدیگه رو پیدا کنیم، تو کار دفاعیمون چجوری هستیم، تو 2-2 و بعد میشه انفرادی. دیگه به قول آقای عزیزی دیگه اون کسی که 1-1 نمیتونه بهونه بیاره یارم پاس نداد، این کارو نکرد، اون کارو نکرد. ولی چیزی که حائز اهمیت برای من به شخص در کنار اساتید هست اینه که بازی یه نفره رو من دوست خودم هم دوست ندارم. چرا یه موقعی از یار جدا میشی، یه ضربه میزنی منجر به گل میشه، مثل فارسی دو تا گل زد، خوب جدا شد، اون بره نیمه بود، فاصلش برای ضربه زدن اندازه بود، قدرت شوت داشت، زاویه بندی داشت، به گل رسید، همان باریکلا میگن. بله. دفعه بعدش همین کارو کرد، نمیخوام ازش تعریف کنم قره بشه. دفعه بعدش همین کارو کرد، جدا کرد، یارو شدید خالی، پاس به موقع داد و بازیکنش تو موقعیت گل قرار داد. این واسه ما میشه حائز اهمیت. یعنی یه بار دریبل میزنه یار، از یار رد میشه، یه بار دفاع میکنه. ولی مینرسل مجبور، چیزی که من می‌خواستم شما بگم اینه که من در کنار دوستان اساتی و مربی ها اینجا دنبال اینیم که ببینیم کی باهوشتره، کی بهتر دفاع میکنه و کی بهتر حمله میکنه که بتونیم خدای نکرده حق کسی را هم ضایع نکنیم. خیلی ممنون از شما. نکته دیگه که باقی نمونده، یه موردی من به بچه ها بگم یادم رفت بشون. ببینید بچه ها، اینی که گناه بدبازی کردن خودتون رو بندازی تقصیر کناری، من اتفاقا یه موردی برای یکی از بازیکنهای لبنانی پیش اومد که به مترجمشونم من گفتم، گفتم وقتی 2-2 بازی میکنی اگه یار کناری ضعیفه، ما به خاطر ضعیف بودن یار کناری یا اینکه تو بازی رو باختی ما امتیاز نمیدیم، ما اصلا برد و باخته برامون مهم نیست. اینی که بعضیاتون یه تنه میخواید همه رو دریبل بزنید بزنید تو گل، اصلا این مهم نیست برای ما. ما به توان فنیتون نگاه میکنیم، به دفاع کردنتون نگاه میکنیم، به همکاری کردن با یار کناریتون نگاه میکنیم، به ضربه به توپ زدنتون نگاه میکنیم. اینا برامون مهمه. اینی که شما 10 هم تیم مقابلتون رو ببرید اصلا مهم نیست. من با بازیکن لبنانی هم به مترجمش گفتم، گفتم ما به خودت نگاه میکنیم که تو وقتی با یه یار 1-1 میشی آیا میتونی ازش رد شی، یا وقتی یه یار با تو 1-1 میشه میتونی ازش توپ بگیری، شکل وایستادنت، شکل دفع توپ، شکل پاس دادنت، بغل پا زدنت. برای همین اینه که حالا شما یه بازی رو میبازید اصلا مهم نیست که ببازید، مهم اینه که درست فکر کنید، درست بازی کنید. و دوستایی هم که اینجا نشستن و دوستایی هم که اون پایینن، همشون بازیکنای ملی ان، همشون نگاه میکنن میفهمن. آقا سهراب، آقا رضا، آقا وحید، آقای تقوی، آقا ایوب، آقای طاهری، آقای میثم، آقای فرزاد، حتی آقای مشیرین، و همشون فوتبالیست بودن، فوتبالیست تو رده‌های بالا بودن، تو سطح اول مملکت بازی کردن، لژیونر بودن، خارج از ایران بازی کردن و میفهمن فوتبال. و اینی که بیایم بندازیم گردن بغلیمون، من فکر می‌کنم یکم خیلی چیز قشنگی نیست حسین جان. این هر کسی بار خودشو خودش باید ببره، نه کناریش. من به مترجم بازیکن لبنانی هم گفتم، گفتم شما توی تیمی بازی می‌کنی 11 نفرن. بله. حتما اون 11 نفر همه تو روزی که می‌برن خوب نیستن، و روزی هم که این تیم میبازه 11 نفر بد نیستن. توی یه تیم 11 نفره 7-8 خوب بازی میکنن، 2-3 خرابن، تیم میبره. تو روزی که از این 11 نفر 4 خوبن و 7 خرابن میبازن. بله. برای همین شما بار خودتو بکشی بچه ها، گردن هم دیگه نندازید، کار خودتون انجام بدید. نکته بسیار مهمش هم اینه که تجربه فصل گذشته نشون داده که فداکاری بازیکن‌ها واسه شما خیلی مؤلفه، خیلی مهمه. یعنی اینکه آره یه تیم تا اگه میباختش اون بازیکن مد نظرتون بود که آقا این بازیکن چطور بازی کرد کجاها. یه موقعی هست بازیکنی میتونه پاس بده، پاس نمیده. بله. ما بهش نمره منفی میدیم. دقیقاً خاطرم هستش. دو به تکن میخواد خودش گل بزنه. اینی که در فوتبال میگن خودخواه باش، آره، ولی وقتی یارت موقعیت بهتری داره و تو میتونی بهش پاس بدی، اون امتیاز بیشتری برای ما داره. ممنونم از شما، از ستاره‌های خوبمون، مربیان عزیزمون و مردم عزیز که گرمابخش فصل پنجم مسابقه بزرگ ستاره ساز هستن. نوجوان‌هایی که دارید تلاش می‌کنید آینده درخشانی رو برای خودتون رقم بزنید، حتما این نکات رو در نظر بگیرید.
آموزش‌های لازم رو ببینید، تلاش‌های فراوان کنید، خیلی باید بیخوابی بکشید، خیلی باید استقامت کنید. و در کنار همه اینها برای اینکه کارتون درست پیش بره، برای پدر مادرتون کار درست باشید. دست و پای پدر مادرتون هم ببوسید. شب و روزگار خوش. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.